به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. به لکچر خود شما بحث خیلی مهم از ریاکت اپلیکیشن رو میخونیم که به نام امپورت و اکسپورت یاد میشه. این درس خیلی زیاد تمرین کنیم و این لکچر بیشتر کار کنیم نسبت به بقیه لکچرها، چون این بحث اگر یاد نگیریم، بحث امپورت کردن و اکسپورت کردن کامپوننت ها و ریبل ها و فانکشن ها در داخل ریاکت اپلیکیشن به مشکل میخوریم بعداً. خب اولی که اکسپورتینگ چی هسته؟ کیورد اکسپورت که به ای حالت ای خورد نوشته میشه، ای کیورد در داخل ریاکت اپلیکیشن های بری از ای استفاده میشه که شما یک کامپوننت یا یک فانکشن یا یک وریبل از یک موجول یا از یک فایل بگیریم، اونا خارج کنیم یا اکسپورت کنیم و ببریم داخل یک موجول دیگه یا داخل یک فایل دیگه و استفاده کنیم. در حقیقت دو رقم اکسپورت در داخل ریاکت اپلیکیشن ها وجود داره، یک دیفالت اکسپورت، یک نیمد اکسپورت. یعنی یک حالتیه که نام میدیم برای اکسپورت خو، یک حالتیه که از کیورد دیفالت استفاده میکنیم و نام نمیدیم. و سینتکس از همین حالته که اول اکسپورت استفاده میکنیم، کیورد اکسپورت، بعد زیر نام وریبل یا فانکشن یا کامپوننت هرچی که بود. خب به این جگا شما میبینیم که حالت دیفالت اکسپورت با مثال کار کردیم. خب با حالت دیفالت زمانی که شما خواسته باشیم یک دونه کامپوننت یا یک دونه فانکشن یا یک دونه وریبل اکسپورت کنیم، فقط و فقط شما یک دونه میتونیم اکسپورت کنیم. و ای همین جگا هم بگفته که معمولا زمان استفاده میشه که شما یک مین آیتم ما از داخل فایل خود اکسپورت کنیم، او وقت شما از دیفالت استفاده میکنیم و دیفالت در داخل یک موجول فقط یک بار میشه استفاده کنیم، نه چند بار. مثلا به داخل همه کامپوننت یا می فایلی داریم ما به نام مای کامپوننت دات جی اس، داخل از این که کامپوننت چیه ما فعلا کار نداریم، ما بیامدیم همه کامپوننت، همه وریبل یا هر چی هسته همه رو اومدیم اکسپورت کردیم. ببینیم به یه حالت اکسپورت میشه. به حالت دیفالت میگیم اکسپورت، بعد از کیورد دیفالت، بعد از مای کامپوننت. این در حقیقت یعنی که همه مای کامپوننت هر چی که داخل از هستر تو بیا اکسپورت کن. این میای اکسپورت میکنه ایر و بعد به یک جا دیگه شما میتونیم ایر ایمپورت کنیم یا استفاده کنیم. حالا کیورد ایمپورت نخوندیم ولی به همین حالت میشه ایمپورت کنیم. ایمپورت مای کامپوننت فرام، بعد از این فرام یعنی از کجا شما مای میر ایمپورت کنیم. به اینجا هم آدرس فایل خور میدیم. اینجا موقعیت همین مای کامپوننت دات جی اس هر جا که هست آدرس یور میدیم. پس ما فعلا داخل آدر کامپوننت دات جی اس قرار داریم. این مای کامپوننت دات جی اس یک فایله، این دیگه فایلیه. وقتی داخل از این میایم میگیم امپورت مای کامپوننت، یعنی که کل کدی که مربوط به مای کامپوننت هست داخل آدر کامپوننت هم قابل دسترس است. پس به حالت میتونیم شما به صورت دیفالت یک کامپوننت، یک وریبل یا یک فانکشن اکسپورت کنیم. این که فانکشن چه قسم اکسپورت میشه، کامپوننت چه قسم اکسپورت میشه به درس آینده میخونیم. به لکچر به صورت عملی خیلی ساده وریبل برای شما اکسپورت میکنم. خب حالت دیگه که هست نیمد اکسپورت، یعنی که شما میایم نام بدیم. به حالت دیفالت چیزی که مهم بودی بود که شما فقط یک بار میتونیم از کیورد دیفالت استفاده کنیم، ولی به حالت اکسپورت نامی شما میتونیم هر چقدر تعداد وریبل، فانکشن و کامپوننتی که خواسته باشیم در یک زمان اکسپورت کنیم. مثلا اینجا ما مای کامپوننت دات جی اس ما قرار داره، این فایل مونه و یک کامپوننت دیگه داریم به نام کامپوننت 2. مای کامپوننت دات جی اس این فایل دو تا کامپوننت یا دو تا وریبل داره، یک کامپوننت 1 یک کامپوننت 2. ما هر دو تا رو اومدیم اکسپورت کردیم، گفتیم اکسپورت همین کامپوننت 2 اکسپورت کامپوننت 1. حالا به هر جا دیگه که خواسته باشیم میتونیم از این استفاده کنیم. مثلا داخل یک فایل دیگه به نام other component.js یا داخل test.js میتونیم شما بگیم امپورت کن، بعضی داخل از این براکت object میگیم کدام کامپوننت ها، کدام وریبل ها، کدام فانکشن ها، کدام خواستیم میگیم امپورت کن. اینا رو توسط کامه جدا میکنیم اگر تعداد اینا زیاد بود، بعد از هم آدرس رو میدیم از این آدرس. پس به حالت شما میتونین چندین کامپوننت رو اکسپورت کنیم. این همین چیز برای امپورت هم صدق میکنه. شما میتونیم تعداد کامپوننت های مختلف رو بیایم امپورت کنیم. کیورد امپورت برای از استفاده میشه که فانکشن یا وریبل یا کامپوننت از یک موجول به موجول دیگه بیایم امپورت کنیم. در صورتی که یک جا اکسپورت شده میتونیم شما به یک جا دیگه رو امپورت کنیم و برای شما اجازه میده که کامپوننت یا فانکشن یا موجول اکسپورت شده بیای داخل از این کرنت موجول که استفاده میکنیم بیای امپورت شه. بازم دو رقم امپورت داریم، دیفالت امپورت، نیمد امپورت.
با حالت دیفالت که هسته شما میایین موسیقی میگیم امپورت، بعد از به جای مای کامپوننت میتونیم هر نامی بگذارین دلخواه، مثلا میگین تست فرام مای کامپوننت. این در حقیقت میایین همی کامپوننت که به اینجا اسم مای کامپوننتر از ای آدرس میگیره و به داخل ای وریبل مندازه. حالا اسم از تست هرچی که هسته میتونیم شما دلخواه نامگذاری کنیم. با حالت نمد امپورت که هسته دقیقا باید نامایی باشه که اکسپورت شده. مثلا ما به اینجا گفتیم اکسپورت کن کامپوننت یک، اکسپورت کن کامپوننت دو. به نمد امپورت مگر بگیم کامپوننت یک و کامپوننت دو را از این کامپوننت بیا امپورت کن. اگرچه شما میتونیم الیاس بریزی تعیین کنیم، مثلا بیایم بگیم امپورت کامپوننت یک از تست یک، کامپوننت دو از تست دو، که باز بعدا امیر بره شما کار میکنم. پس به این حالت میتونیم شما چندین کامپوننت یا چندین وریبل یا چندین فانکشن بیایم امپورت کنیم. یک حالت دیگه هم هست که شما میتونیم چندین تا کامپوننت را همزمان بیایم امپورت کنیم که توسط به نام ولت کارت امپورت یا به حالت ستاره هم نمایش داده میشه یا امپورتینگ آل اکسپورت هم یاد میشه. مثلا اینجا مای کامپوننت دات جی اس، این فایل ما سه تا کامپوننت داره، کامپوننت 1 2 3. حالا ما هم همین که از این کامپوننت ها رو هم یک بار بگیریم، میایم میگیم امپورت آل، آل یا ستاره، یعنی که تمام المنت هایی که در داخل از اکسپورت شده تو بیا مینویسی یک آبجکت. ببینیم اینجا از استفاده شده، از یعنی که همگی از اینا رو داخل مای کامپوننت بنده یا داخل تست بنده، هر اسمی میتونیم بریزی بدیم. آدرس رو که آدرس فایل مای کامپوننت دات جی اس خور میدیم. حالا به داخل از این آدر کامپوننت ما توسط مای کامپوننت که اینجا اسمی رو گذاشتیم به تمام ای اکسپورت هایی که به اینجا شده دسترسی داریم. مثلا میگیم مای کامپوننت یک، یک وریبل تعریف میکنیم، میگیم مای کامپوننتس دات کامپوننت یک دات کامپوننت دو. توسط دات میتونیم به تمام از ای اکسپورت ها دسترسی پیدا کنیم که ایران باز بعدا کار میکنیم. چندین تا وریبل هم اگه خواسته باشیم میتونیم به یالت اکسپورت کنیم. ست تا اکسپورت داریم، میبینیم ست تا وریبل داریم، همزمان هر ست تا رو بیامدیم امپورت کردیم و به اینجا داخل کامپوننت دیگه اونا رو استفاده کردیم. گپ مهمی که اینجا وجود داره اینه که براوزرها به صورت دیفالت ای امپورت و اکسپورتی که شما استفاده میکنیم نمیشناسن. برای از این که بتونیم از همین فیچر امپورت و اکسپورت در داخل یک فایل استفاده کنیم، 100% باید او فایل خو یا او اسکریپت خو می نویس موجول بیایم امپورت کنیم. چی رقم این کارو میکنیم؟ میریم به داخل هد، میگیم اسکریپت ما مثلا از app.js که از امپورت و اکسپورت استفاده کرده تایپ یور موجول میدیم. وقتی میگیم تایپ موجول یعنی که این می نویس موجول تو بیا امپورت کن، یا گزینه امپورت و اکسپورت برای براوزر میایم فعال میکنیم که این فایل app.js از امپورت و اکسپورت بتونه استفاده کنه. یا به اینجا مثلا ما دو تا فایل داریم، یک فایل ما app.js یک فایل ما other.js، دو تا فایل متفاوت. حالا به یک داخل یک تصویر نمایش داده شده. به داخل app.js گفتیم بیا فو بار امپورت کن، به داخل other.js گفتیم بیا مثلا باز امپورت کن. حالا اینکه اینا چیه ما کار نداریم، یعنی کیوردهای امپورت استفاده شده. وقتی که ما از امپورت یا اکسپورت استفاده میکنیم به داخل هد یا داخل بادی داخل ایندکس داد HTML باید تایپ ماجول برای همون فایل خوب بدیم. چون app.js میگیم ماجول، چون other.js هم اینجا امپورت استفاده شده میگیم ماجول. احیانا اگر ما همی اسکریپت ماجول other.js ور داریم یا ریموف کنیم از اینجا، به اینجا دیگه ای امپورت باز به اینجا کار نمیده، از کار میفته و دیگه هیچ وریبل به نام bz شما به اینجا نداریم. به خاطر نیازه که 100% هر زمانی از امپورت و اکسپورت به داخل یک فایل استفاده میکنیم باید همون فایل رو داخل ایندکس خوب بیاییم مینویس ماجول تعریف کنیم. خب حالا میریم عملا همین چیزها رو خود شما کار میکنیم. خب باز هم پروژه مای ریاکت اپلیکیشنی که قبلا ساخته بودم وا میکنم و حالا میاییم به اینجا داخل پوشه SRC به اینجا میبینیم یک app.js داریم که مربوط میشه به ریاکت اپلیکیشن ما. ما مایم که به این جگاه بیام یک چیزی به نام امپورت و اکسپورت استفاده کنم. خب میتونیم اینا رو کلن از اینجا دلیت کنیم فعلا و یک فایل جدید تیار میکنیم. میتونیم هم بگذاریم اینو باشه سر جا. یک فایل جدید تیار میکنیم به نام مثلا اسم میدن test.js و موقعیتی هم میگیم داخل همی پوشی SRC باشه. حال ما ماییم که به داخل test.js بیاییم یک چیزی
اکسپورت کنیم. مثلا اگر خواسته باشیم یک value default اکسپورت کنیم، میگیم export default، اسم نمیدیم دیگه، بری و مستقیم value خور میدیم. مثلا میگیم بیا تو احمدیر بیا تو اکسپورت کن، یا API key یا هر چیزی که value که داریم میایم اکسپورت میکنیم. حال ما این که همه چیزی که اینجا اکسپورت شده داخل app.js استفاده کنیم. برای از اینکه استفاده کنیم 100% نیازه که ما بیایم این ایمپورت کنیم. اینجا برای ایمپورت کردن میایم بگیم ایمپورت، بعد از چون دیفالت بود، وقتی که دیفالت به اینجا میتونیم به این قسمت ایمپورت هر نامی برای او بدیم. مثلا برای از میدم A، بعد از آدرس میدم فرام، یعنی که از کجا ما ایمپورت کنیم، داخل دبل کوتیشن یا سینگل کوتیشن فرقی نمیکنه، میایم نوشته میکنیم آدرس میدیم. چون app.js و test.js به این موقعیت قرار داره، این موقعیت همیشه دات سلاش میشه. اگر باز خواسته باشیم عقب بریم، باز میاییم دو نقطه دات سلاش، دو نقطه سلاش میزنیم که بره به این فولدر بیرونی. خب به هر حال ما این که از فایل تست بیاییم اونو بگیریم، پس میگیم وریبل A هر چیزی که از داخل تست اکسپورت میشه بنداز داخلی ها. حالا به این جگاه میایم میگیم console.log A. خب قسمی که میبینیم شما به داخل index.html، به این جگاه ما از تگ script استفاده نکردیم که ماجول بری و بیاییم add کنیم، بخاطر از اینکه modern browser ها اکثرا میایه ای تست و ای اپر میشنسه، احیانا اگر یک زمانی از شما نشناخت نیاز میشه که به این جگاه تگ script استفاده کنیم، attribute src بری و بدیم و به attribute src مگر بگیم app .js و تایپی هم هسته مثلا ماجول. این کار رو باید بکنیم. برای فعلا ما به این کار نیازی نداریم که انجام بدیم، چون ایمپورت و اکسپورت بروی ورژن های جدید براوزر ها قابل شناخته. خب حالا میاییم ما به داخل app.js، گفتیم console.log بیا چاپ کن. اگر بریم براوزر که اپلیکیشن مرانر رن کنیم و رفرش کنیم، میبینی که احمد احمدی اینجاگا بیامد و به خاطر از این نمایش میده که این در حقیقت از داخل test.js آمد. حالا اگر ما خواسته باشیم یک چیز دیگه هم اینجا اکسپورت کنیم، مثلا میگم اکسپورت کن احمد احمدی دو، میبینیم که اینجا ارور میده به خاطر از اینکه ما فقط دیفالت یک دفعه میتونیم استفاده کنیم. اگر ما خواسته باشیم دیگه چیزی اکسپورت کنیم، باید بیاییم وریبل خورد تعریف کنیم اول. مثلا میگم let x مساوی میشه به my دیتا، میفهمید که x یک وریبل مربوط به جاوا اسکریپت میشه. حالا خواسته باشیم ما x اکسپورت کنیم، میایم اینجا میگیم const، البته ببخشیم، میگیم که اکسپورت کن x، یعنی که هر چی که داخل x میفته ایر بیا تو اکسپورت کن. حالا میریم داخل app.js و به اینجا میگیم تو بیا امپورت کن ما که این دفعه x بگیریم. اگر به یالت بگیم x from بعد از داخل سینگل کوتیشن مثلا تست، به یالت نتیجه نمیده، به خاطر از این نتیجه نمیده که ما اگر بیایم رن کنیم شما میبینیم که ایرم مسیف میکنم، وقت رن میکنیم بریم احمد احمدیر فقط میده، به خاطر از این که دیفالت ما همینه. ما اگر خواست باشیم دقیقا x بگیریم، بعد x بیاییم اینجا داخل قوس اوبجکت بندازنیم، یعنی که x برو تو از داخل test.js بگیر و به این جاله میگیم، البته دوپلیکیت میگیرم، میگم x رو هم چاپ کن. میبینید که ما ایده تاری دفعه بداد به خاطر از این که ما آمدم دقیقا x بگرفتم اینجا. و به همین حالت اگر خواسته باشیم x نامی رو تغییر دیم، میتونیم به اینجا بگیم از مثلا y، یعنی که تو x که میگیری بنداز داخل y. دیگه به اینجا اگر من سیف کنم و بیام ران کنم دوباره، میبینیم شما که برای من ایرور میده، چون x قابل شناخت نیه برای او. به جای x باید چی بگیم؟ باید بگیم y، چون از استفاده کردیم. از یعنی که من حیثه، پس x من حیثه y شما استفاده می، ببخشید y من حیثه x استفاده میکنیم. پس میایم اینجا ران میکنیم، میبینیم که مایدتار نشون میده. به همین حالت اگر خواسته باشین چند تا value ما بیاییم اکسپورت کنیم، مثلا x1, x2, x3، میتونیم اینا همه گی یک بارگی بیاییم بگیریم. این کار میتونیم توسط import
توسط ولت کارت انجام بدیم یا توسط ستاره، میگیم همگی المنت هایی که در داخل تست هستر بیا ایمپورت کن، ایمپورت آل مثلا فرام، و بعد از اینجا گام بدیم آدرس یا مثلا دات سلاش تست، یعنی همه گیر از داخل تست ایمپورت کن. خب به داخل چی بندازنه؟ به اینجا باید بگیم به داخل مثلا بندازنه مای اپ یا مای دیتا، هر اسمی بریم بدیم. حالا تمام چیزایی که اکسپورت شده که شامل چهار چیزه در داخل مای دیتا قرار داره. به اینجا ما میتونیم بیاییم بگیم مای دیتا مثلا داخل کانسول دات لاک مای دیتا دات، وقتی دات بگیم، اگه دیفالت بگیم دیفالت رو بریم و چاپ میکنه، اگر بگیم مای دیتا دات مثلا اکسه میای بریم و اکسر چاپ میکنه. اگر بریم رن کنیم میبینیم شما که بریم و در حقیقت احمد احمدی و مای دیتا رو چاپ میکنه که قیمت اکسه هم هسته مای دیتا. پس به این حالت میتونیم ما چندین تار یا همگی المنت های مای دیتا رو ایمپورت کنیم. اگر هم خواسته باشیم که چند تا المنت ایمپورت کنیم مثلا x1 و x2 و x3، میتونیم اینجا reusable کنیم، بگیم x1 x2 مثلا همین دو تار مهم بیا ایمپورت کن. اگر خواسته باشیم نامه از این رو تغییر دیم، بگیم x1 مینیس t1 بنداز استفاده کن و x2 مینیس t2 استفاده کن. پس کیورد از به این جگاه میایه، در حقیقت نام از این وریبلار که داخل کامپوننت استفاده شده تغییر میده که باز بعدن استفاده میکنیم، و ستاره هم همیگیر ایمپورت میکنه. خوبی بود از بحث ایمپورت و اکسپورت. این حتما تمرین کنیم چند تا وریبل از یک کامپوننت یا از یک فایل اکسپورت کنیم و به داخل یک دیگه اونا رو ایمپورت کنیم و استفاده کنیم. تشکر، موفق باشیم، وقت خوشی داشته باشیم، خدا نگهدار.